بیشتر موبایل فروشی های شهر هرات موبایل های مسروقه به فروش می رسانند. باشندگان این ولایت می گویند فروش آزادانه گوشی های دزدیده شده در شهر هرات باعث افزایش سرقت های موبایل شده است. در همین حال شماری از فروشندگان موبایل در این ولایت هم بازار آزاد تلفن های مسروقه در این ولایت را می پذیرند، ولی تاکید می کنند که بیشتر این موبایل ها از کشور ایران سرقت و به هرات برای فروش آورده می شوند. همکارم رضا امینی گزارش می دهد. بازار آزاد گوشی های مسروقه در شهر هرات. بیشتر فروشگاه های موبایل در هرات تلفن های مسروقه را به فروش می رسانند. شماری از باشندگان هرات می گویند بازار آزاد گوشی های دزدیده شده در شهر هرات باعث افزایش سرقت های مسلحانه در این ولایت شده است. گوشی های که ایران می آید همه دزدی می شه، می آید داخل خاک افغانستان، اینجی به فروخته می شه برای مردم و چرا بعد از این جنگ با دزدی میشه میره به خود ایران فروخته میشه. همین خود از این باعث میشه که هرج و مرج ها دزدی مزیا به داخل بازار زیادتر بشه یا استفاده نادرست میتونم از این طریق گوشی انجام بدم. اینا که خواستم از دولت اینه که از این را بگیرم جلوگیری کنم. شماری از فروشندگان موبایل میگویند خرید و فروش گوشی های مسروقه با قیمت اندک بسیاری از شرکت های وارد کننده موبایل را متضرر ساخته است. آنان تاکید می کنند که خریداران این گوشی ها در صورت سفر به کشورهایی که این گوشی ها از آن سرقت شده است از سوی پلیس آن کشور بازداشت می شوند. چند روز جلوتر یک مشتری از ما موبایل بخرید، فقط از مارکت که بدر شد سیکلی از رد بیامد موبایل چنگ زد. ما که خریدار میشیم، ما که دوز داره کمک میکنیم، همون دوز بیشتر تشویق میشه، باعث ازی میشه که موبایل زیاد بود جونه و بیاره پس با ما دکاندارا و بقیه بفرد. خبر نبودن که گوشی دوزدی بردن، مشکل خلق میشه، رفتن ایران و متاسفانه دستگیر شدن، بلینا خیلی مشکل خلق شده، جریمه شدن، زندانی شدن. با این حال مقام های پلیس هرات از بازداشت 22 تن از سارقان موبایل طی سال جاری سخن میگویند. سخنگوی پلیس هرات میگوید در صورتی که اسنادی به آنها برسد که نمایانگر همکاری این موبایل فروشان با سارقان باشد، مورد پیگرد شدید نیروهای امنیتی قرار خواهند گرفت. در این راستا اگر هر هموطن ما شکایت داشته باشند و حتی اگر اونا گوشی از اونا سرقت شده باشد، نزد فرد باشه و یا دکاندار باشه، در اینجا پلیس اقدامات خود دارد. در اکثر فروشگاه های موبایل هرات گوشی های دست دوم و بدون کارتن به فروش می رسد. این فروشندگان می گویند این گوشی های موبایل از کشور ایران به سرقت رفته است و در صورتی که استفاده کنندگان این موبایل ها به ایران سفر کنند، مورد پیگرد پلیس آن کشور قرار خواهند گرفت.